رادیو همراه، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. من از شمال اروپا اسکاندیناوی تماس میگیرم، 27 سالم و میخواستم دو تا از دغدغه‌های اصلی که زندگی روزمره‌م و زندگی روحی روزمره‌م تحت تاثیر قرار میده باهاتون در میون بذارم و ازتون راهنمایی بگیرم. چه مدتی است شما اونجا هستید؟ اروپا هستید؟ من میشه گفت تقریبا 2 ساله. به چه نیتی و به چه دلیلی اومدید؟ من ادامه تحصیل دارم میدم، مستر سیویل انجینیرینگ دارم میخونم اینجا توی یک دانشگاهی که میتونم بگم دانشگاه معتبری هم هست. بسیار خوب. خب چه خبر است؟ خب آرزوام خدمتتون که دو تا دغدغه خیلی اساسی زندگی من همیشه تحت شعاع قرار داده. یک، روابط بین پدر و مادرم بوده که از کودکی من، حالا بهتون میگم، بچه سوم یک خانواده 5 نفرم، یعنی بچه آخرم. عموما میتونم بگم که خیلی روابط زناشویی خیلی خوبی بین پدر و مادرم هیچ وقت نبوده. من میتونم شما بگم که از زمانی که حافظه من یاری میده از کودکی، میتونم بگم که 60% عمر رو اینها با هم در طلاق عاطفی بودن، یعنی رحم بودن با هم دیگه. و 60% هم که بهتون میگم، نه اینکه مثلا یک روز قهر باشن، یا قهرهای طولانی 1 ساله 2 ساله، ولی خب ما همچنان هم دارم با هم زندگی میکنم. الان خب مثلا توی خونه تنها دارم با هم زندگی میکنم. ببخشید، اون دو صبر کنید، اون دو تا فرزندی که از شما بزرگ، فرود خانم صدای استودیو بلنده، دو فرزندی که از شما بزرگتر هست متاسفانه ندارم. دو تا فرزند اول، ولی سوالتون چیه؟ من پسرن، دخترن و چه فاصله سنی با شما داره؟ دو تا دخترن، تقریبا میشه گفتش که یکیشون 10 سال از من بزرگتره و یکی دیگهشون 5 سال از من بزرگتره. اوکی، بسیار خوب. بنابراین پدر و مادر شما با هم اختلاف داشتن، ولی این اختلاف به صورت اونقدر مشاجره نبوده که به طریق قهر کردن بوده. آیا در وقت قهر مشاجره هم بوده؟ حتی در زمانی که جوان‌تر بودن میتونم یادم بیاد که زد و خورد هم بوده بینشون. و موضوع اصلی اینه که تا زمانی که من نوجوان بودم، یعنی میتونم بگم شاید تا 5 سال گذشته، من خیلی نگران مثلا این بودم که یه وقت اتفاقی رخ نده توی اون خونه، کسی به کسی صدمه ای نزنه. همیشه نقشه اینو داشتم که حائل باشم بینشون که یه وقت اتفاق فیزیکی پیش نیاد. یا مثلا وقتی کوچیک‌تر بودم میترسیدم که طلاق مثلا شکل بگیره، طلاق ترس داشتم. ولی در حال حاضر نه. الان میخوام صحبتمو بس بدم به این که در حال حاضر، یعنی الان میتونم بگم یه چند سالیه که خیلی نگران مثلا روابط این دو نفر با هم نیستم، بیشتر نگران تأثیری هم که روی من دارن میذارن، یعنی در حال روحی من داره میذاره این قضیه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. اینکه تأثیر بسیار بد و منفی روی شما گذاشته توش تردید نیست. یعنی درست مثل اینکه شما در یه تصادفی گیر کردید و به خاطر اون دست و پاتون شکسته، قبول. اما دو نکته اینجا مطرحه. یک، قرار نیست الان دیگه تأثیر بگذاره. یعنی قرار نیست که شما در ارتباط با اونا وارد یه نوع گفتگویی بشید که نه شما کاری براش میتونید بکنید، نه دونستنش فرقی میکنه و فایده‌ای داره، مگر در موارد خاص و استثنایی، اونم تازه با توجه به اینکه دو تا خواهر بزرگتر دارید. دوم اینکه قبول، به خاطر آنچه که در کودکی شما اتفاق افتاده که کاملا قابل فهمه، دست و پای شما شکسته. برامین باید برید خودتون رو کمک کنید و در حقیقت معالجه کنید. قرار نیست دغدغه شو داشته باشید. یعنی من باید بدونم به خاطر اون وضعیت آدم مضطربیم، ای بسا افسردم، خشمگینم، احساس گناه میکنم، یه خشم کوبنده ویرانگر دارم، اعتماد نمی کنم، باوری به دوستی و محبت دارم، هر چیز دیگری. اینا پیامد اون حوادث و اتفاقات بدن. البته کاری ندارم با لغتی که شما به کار میبرید، ولی قرار نیست موضوع ذهن و زندگیش یا دغدغه شما باشه. شما میتونید بگید من آدمی هستم مضطرب، آدمی هستم افسرده به خاطر آنچه که اتفاق افتاده که گفتم میشه فهمید و باید برای اون کاری بکنید. و چون نوعی که بیان میکنید مثل اینکه هنوز ما این ماجرا ادامه داره و شما قراره یک کاری بکنید یا یه اتفاقی داره میفته، شما باید مانعش بشید. میخوام اینو مطمئن بشم که بدونید همچنان ادامه داره این مسائل، یعنی با شما چه مربوطه؟ به شما چه؟ شما توی اروپا نشستی، پدر مادر شما فرض کنید 35 سال دارن دعوا میکنن.
خب شما چیکار میخواید بکنید؟ و بنابراین برای چی موضوع زندگیتون رو اونا کردید عزیز؟ یعنی درست مثل اینکه شما بگید من نشستم و مثلا نگران بیماری یا گرسنگی کسی هستم در یه جای دنیا، در حد آگاهیشو میتونم بفهمم، اگر کاری هم بشه کرد رو باید کرد، ولی اینکه شما بگیرید بشین بشه موضوع زندگیتون، شما یه مقدار زیادی از انرژی روانیتون هر روز هدر میره، اونم به بیراهه، اونم در مسیر بد و منفی به خاطر گذشته. شما قرار گذشته رو سم و زهرش رو و انرژیش رو بگیرید و خودتون رو خلاص کنید. یه کسی چاقو زده به بدن شما، شما که قرار نیست این چاقو رو نگه دارید، یا برید چاقوهای تازه پیدا کنید بزنید، یا بگردید برید اونجا بگید یه چاقوی تازه نمیخواید بزنید. اما وقتی فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، شما باید از این حالی که من یه نقشی دارم، وظیفه ای دارم، مسئولیتی دارم، گفتم جز در مورد استثنایی خاص که اونو من نمیدونم و نمیفهمم، ولی در شرایط عادی که شما قرار نیست موضوع الان موضوع زندگی شما باشه، که دغدغه زندگی شماست، توی 2 سال اومدید اروپا، خب ول کنید، هر کاری میخوام بکنم بکنن، کاری هم شما نمیتونید بکنید. دقیقاً موضوع آخه بر این اساسه که من خیلی در تلاشم که به خودم کمک کنم که بی‌تفاوت باشم نسبت به کاری که اینو دارم میکنم. نه، یعنی که خب این بیزینس من نیست، من مهاجرت کردم و الان به اندازه کافی چالش دارم. هیچ احتیاجی نه، احتیاجی به تلاشی نداره عزیز. یک، شما در ارتباط با اونا قرار نمیگیرید، خبر نمیگیرید، اطلاعات نمیخواید، حداقل میکنید رابطه رو محدود، وارد این بحث هم نمیشید. دو، زندگیتون انقدر با کار خوب پر میکنید که وقت برای کار بعد و رفتن سراغ گذشته، یعنی رفتن سراغ قبرها و مرده ها و قبرستون ها شما ندارید. شما از اونجا باید بیاید بیرون. احتیاج نداره یه تلاشی آدم بکنه. هر وقت که این اومد به ذهنتون، به خودتون میگید به تو مربوط نیست، فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره، بسه. وقتی که 200 بار 300 بار این هشدار رو به خودتون بدید، در رو باز نکنید که بشینید رو بهش فکر کنید، خیال بکنید، حس بکنید، احساس بکنید، راه میشه، میره کنار. مثل کسی است که 100 دفعه در بزنه در خونتون، شما در رو باز نکنید، بالاخره میره. موضوع هم همینه، یعنی اینکه اینها در تلاشن هر دو طرف پدر مادر من. حالا من خواستم اینو بس کنم به یک موضوع دیگه و برم سر یک چیز خیلی بولتری که خیلی داره من اذیت میکنه، یعنی به جد پیشرفت من رو داره میکنه و اون فکر میکنم که در خودم داره اتفاق میفته و میخوام ببینم که چطوری باش مقابله کنم. موضوع اینه که پدر مادر من جفتشون گدایی محبت از ما میکنند، یعنی که تماس میگیرن، خیلی مظلوم نمایی میکنن، هر کدوم میخواد خودش. عزیز من، عزیز دل من، بس کنید قربونت برم. یک دفعه به هر دوتاشون میگید حاضر نیستم هیچ حرفی در باره رابطه شما، اختلاف شما، اشکال شما بشنوم. به مجردی که اولین لغت از دهنتون در بیاد یا اولین جمله که بوین داره، من حتما قطعش میکنم. حالا میخواید زنگ بزنید از احوال من بپرسید یا من از حال شما بپرسم، درباره مسائل دیگه با کمال میل. اونا گدایی میکنن، من از که تا حالا مجبورم به گدا پول بدم عزیز؟ درست، قطعا من همین کارو خواهم کرد. باید این کارو بکنید، حتی صلاح اون صلاح اوناست که این کارو بکنن عزیز، صلاح اوناست، برای خودشونم تموم کنید این بحث رو و محکم پاش بیستید، اصلا استثنایی هم قائل نشید. هر کی هم میخواد به شما هر نسبتی بده، بگید همه آنچه که بده قبول، ولی این راه و روش درست منه، برای که مسئله حل نمیشه عزیز. مثل که من چاقو خوردم، بیام به شما دو تا چاقو بزنم، بگم من میخوام تو ببینی من چجوری چاقو خوردم، اونا چی میخوان بگن؟ قطعا من همین کار خواهم کرد، یعنی اولتیماتوم رو میدم در اولین فرصت که اینها دوباره شروع کنن و این من رو بخوان درگیر کنن، من قطعا همین پیشنهادی که شما گفتین عملی میکنم، چون به نظرم یه جایی باید یه نقطه استاپی برای این قضیه بذارم که دیگه بیشتر از این کشتار نشه. تقریبا الان شاید 25 ساله با این قضیه درگیرم. یه موضوع دیگر اجازه دارم که در ادامه حرفم بگم؟ حتما بفرمایید. یک چلنج دیگه ای هم که بوده، خودم وقتی بهش فکر میکنم خیلی مسئله پیش پا افتاده میدونم، ولی همچنان من رو درگیر میکنه و بعضی وقتا از خودم رو ناامید میکنه از خودم که خب من چرا نمیتونم با این موضوع رو هندل کنم. این موضوع اینه که من
در دوران نوجوانی میتونم بگم 18 سالم بوده، یک رابطه دوستی رو با یه خانم شروع کردم. این رابطه، حالا من خیلی نوجوانتر بودم، 15-16 سالم بود که نسبت به ایشون علاقه من شده بودم. در 18 سالگی مثلا این جسارت رو پیدا کردم که اقدام کنم و ما حلوهش شاید 5 تا 6 سال با هم در یک رابطه بودیم. چقدر نزدیک بودید با هم؟ در چه حدی این دوستی 5 سال ادامه پیدا کرد؟ 5 سال یعنی ما مثلا بعد از چند ماه از شروع رابطه هم و رابطه جنسی هم با هم داشتیم بیرون می رفتیم. خانواده من که به طور کامل در اطلاع بودم، من با ایشون در ارتباطم چون آشنایی هم بوده و خانواده ایشون هم، من مطمئنم که در جریان بودن نسبت به این سیاست هایی که تو بعضی از خانواده های ایرانی هست، از آن می کردن که نه خانواده اطلاع نداره، ولی من میگم که نه اطلاع داشتن و این صرفا حالا یک پلیتیکی بوده، فکر میکردن که مثلا یک سیاستیه که بگیم که نه ما نمیدونیم. فاصله سنی متوجه، فاصله سنی همسن بودیم. اوکی، بسیار خوب. خب چی شد؟ بعد از حلوش 5 سال میتونم صادقانه بگم که مثلا حلوش توی 5 سال دیگه مثلا یه ذره خیلی پرشور و نشاط بود. من میتونم بگم خیلی دوران خوبی بود، یعنی تو اون لحظه اون روزها من خیلی آدم شاد و خوشحالی بودم در کنار ایشون. بعد توی مثلا سال آخر میتونم بگم که نه، رابطه مثلا افت کرد از نظر کیفیتی. هم من خیلی درگیر مسائل تحصیلی خودم شده بودم، یعنی گذاشته بودم اون رو در اولویت اول، زمان کمتری داشتم برای صرف کردن. هم حالا از جانب ایشون نمیدونم، جذابیت شخصی من کم شده بود یا خودشون دو معیارهاشون عوض شده، میتونم بگم که کیفیت رابطه تو سال آخر کم شده. و در نهایت این به اینجا ختم شد که ایشون با یک نفری که حالا مثلا از ما فکر می‌کنم یه 5-6 سالم بزرگتر بود و میتونم بگم که حالا اینا چون کانسرنای اون موقع هم بود تو سن پایین‌تر، مثلا میشه گفت 4 سال پیش بوده، و ایشون خیلی آدم سرمایه‌داری هم بوده که با ایشون دوست شدم. نه صبر کنید. نه، دوستی شما کیفیتش اونقدر نبود. آیا تموم شده بود؟ شما به این نتیجه رسیدید؟ نه، ما همچنان در رابطه بودیم. من میگم خیانت بوده، یعنی این کاری، یعنی ما در رابطه بودیم. ایشون مثلا با این آقا وارد رابطه شد، بعد مثلا من بعد از 2 ماه دیگه متوجه شدم، بعد به محض اینم که بر من مدلل شد، یعنی من مطمئن شدم که نه، این فقط یک سوء زن نیست و واقعیت داره اتفاق میفته، من رابطه رو تموم کردم. بعد برای که شما به اینجا رسیدید که با کسی 5 سالی دوست بودید، بعد متوجه شدید که ایشون با یک کس دیگه در رابطه است و همینقدر که در این باره مطمئن شدید، رابطه رو قطع کردید که کار درستی کردید. خب بعدش؟ بله، من رابطه رو قطع کردم. بعد خیلی خشمگین بودم اون دوران، به شدت عصبانی بودم، خشمگین بودم. بعد توی بازه های نسبت به خودم انتقاد داشتم، مثلا جالبه، مثلا یه وقت فکر میکردم که شاید من بنده کافی پسر کول و سکسی نبودم که ایشون منو ترک کرده، یه وقت فکر میکردم که من شاید بنده کافی واسش وقت نداشتم. بعد توی بازه زمانی منتقد بودم نسبت به ایشون که به من خیانت کرده، ایشون آدم مثلا رزمی بوده که این کار کرده. و به هر حال من توی یه بازه 5-6 ماهه شروع کردم که این موضوع بر خودم حل کردم. مثلا موزیک شاد فقط گوش میکردم، بعد با ورزش خودم سرگرم کردم، بیشتر به درس و زبان و مثلا این چیزا. مثلا که من دوران مثلا بعد از 5-6 ماه گذرونم، ولی خیلی 6 ماه سختی بود. مثلا گریه توش داشته، بیتابی داشته، کلافیزی داشته و همه این مسائل بوده. و بعد از مثلا میتونم بگم 7-8 ماه بعد از اون قضیه وارد یه رابطه دیگه شدم که 2 سال تقریبا تو اون رابطه بودم. و بعدش هم که دیگه کم کم به خاطر تصمیم مهاجرتی گرفتم، اون رابطه هم خیلی با صورت به پایان رسید و خیلی محترمانه و بدون هیچ به خاطر هیچ مشکل خاصی من مهاجرت کردم اومدم اینجا. موضوع اصلی اینه که من همچنان اون خشم رو یدش میکشم و یک مشکل بزرگی که دارم و این مشکلی که از تو خونه داشتم و مشکلی که از سر این قضیه داشتم باعث شده که ذهن من وقتی که من نیاز دارم که تمرکز کنم و یه کاری که برام خیلی اولویت داره رو انجام بدم، مثلا تصادفی که من الان نیاز دارم که تمام تمرکزم رو روی پروژه درسی که دارم انجام میدم بذارم، ذهن من گریز میزنه به این مسائل. یعنی یا میره تر وقت رابطه عاشقانه که مثلا با خیانت به پایان رسید و من عمیق میشم در مسائل و تمام دیالوگایی که اون زمان بین مرد و بدل شد، یا اینکه گریز میزنم به
اینکه پدر مادر من هم تنها و بدون مثلا گفتگو با هم اونها چیز روزگار شادی رو نمیگذارونن تو خونه و من میدونم این پلیتیک ذهنمه، ولی یعنی که میدونم که دارم فرار میکنم از این کاری که باید انجام بدم و هر کار میکنم که دوباره فوکس کنم و کارم انجام بدم متاسفانه نمیتونم و میدونم چیز غلطه، یعنی که من نباید، چون من نه اون رابطه مثلا دوستانم خیلی الان مثلا از همون خانم بخوام بیاریم شاید مثلا من صادقانه بگم خیلی به اون جذابیت نداشته باشه، یعنی دنبال مسائل دیگه ای هستم، ولی اون تأثیری که از اون رابطه ناکام همچنان از من و من اینجا که مغز من داره سوء استفاده میکنه از این وضعیت، این کاری که من باید انجام بدم و ندم. میخواستم ببینم که چطوری میتونم با این مقابله کنم، یعنی این افکار رو بندازم زود یه تأثیرش رو خودم کم کنم. اوکی عزیز، ببینید عزیز، اولا ما به دلایل ویژگی روانیمون و مثلا حالا شما به دلیل جایگاهتون بعد از دو تا دختر، اونم با فاصله 10 سال و 5 سال و فرزند آخر بودن، معلومه یه زمینه‌ای برای تخیل و رویا دارید و ضمناً با توجه به اینکه دو تا دختر بزرگتر از شما بالای شما سر شما بودن، دائما در حال یه تلاشی برای باز کردن جای خودتون و به مقدار زیادی چالش ذهنی شما در ارتباطی با دوتایی که هم نسبتاً خیلی بزرگترن هم دختران رو داشتید. بنابراین از حرفای الانتونم به گفتگویی که قبلا با هم داشتیم راجع به پدر و مادر پیداست که یه آدمی هستید که یه کمی به بسیار دنیای خیال و رویا و رفتن سراغ گذشته و اینا علاقه مندید، مخصوصا که 2 سال آمدید اونم توی کشورهای اسکاندیناوی که معمولا نوع روابط بسیار با فاصله هست یا جز موارد خاص اونقدر نزدیکی وجود نداره و بسیار هم متفاوت است با آنچه که شما در ایران داشتید. بنابراین میشه فهمید که اینا به ذهنتون میان، ولی این مورد پدر و مادر شما قراره بشینید جلو آینه و درباره هر کدام از این موضوع که شاید 10 تام نباشه، حالا یکی 2-3 تاش مرتبط میشه به پدر و مادر یا خواهرها و یا برمیگرده به این دوتا رابطه ای که بهش اشاره میکنید، روبروی آینه بشینید، حرفاتون رو مشخص بزنید و به اینجا برسونید که این پرونده باید بسته بشه. این خانم این گونه بود، من این حال و نظر راجبش داشتم، بعدا دست به چنین کاری زد، به هیچ وجه اون چه که انجام داد قابل قبول نیست، پرونده بسته شده است، اون آدم برای من مرده، اون رابطه رو من بردم در قبرستان خاطراتم خاک کردم، سنگم روش گذاشتم و آمدم. حوصله رفتن سراغ مزار و قبرستان رو هم ندارم. بنابراین به مجردی که میخواید کاری بکنید اون موضوع یادتون میاد، حرفتون به خودتون است که من حرفامو زدم، فکرامو کردم، حرف تازه ای نیست. اوایل میتونید بگید اطلاعات تازه ای ندارم که 2 مرتبه دادگاه رو باز کنم، پرونده رو تشکیل بدم، 2 مرتبه بخوام خودم یا او یا هر کسی رو محاکمه کنم. و بعد از 1-2 بار خیلی راحت و آسوده که این حرف رو به خودتون زدید، حتی 10 بار حرف خودتون به خودتون این است که هر وقت اومد ساکت، بسته، بسته. و بعدم اگر دیدید همچنان هی ذهنتون میخواد بره، ادامه میدید، بسته، بسته. و چون میخواستید مثلا درس بخونید نمیتونستید، کتاب میذارید جلوتون، میگید اینجا میشینی، بسته بسته و میزنیدش کنار. ببینید شما باید به تدریج کنترل خودتون رو به دست بگیرید. من اگر دستم پام در اختیارم نباشه حتی میتونم کشته بشم. اگه پای من همینجوری برای خودش بره، معلوم نیست که کجا میره و چه خطری منو تهدید میکنه. ما که نمیتونیم مغزمون رو راه کنیم هر جا دلش خواست بره. و معلومه که مغزی که عادت کرده به پراکنده فکری یا ارتباطی یا به هر حال نوعی با هجوم افکار خودش رو همراه میکنه، به این راحتی ها توانایی اداره و کنترل خودشو نداره. شما اگر نگاه کنید به مطالعه‌ای که در خصوص خوشبختی شد و اگر شما به سیدی خوشبختی نگاه کنید چه میبینید؟ میبینید یه آدمی است که معلوم نیست زن یا مرد، جلو شطرنج نشون میده جهان یک جهان بی‌نظم قانونمنده که اومدیم یه قراری گذاشتیم بعد حالا قانونمند شده. وسط پیشانی این آدم یه دره و دم این در بسته یه آدم ایستاده مثل دربان که 2 تا تابلو دستش سبز و قرمز و حرفش اینه که هر موضوعی که میخواد بره تو مغز باید از من اجازه بگیره بره تو
وقتی یه موضوعی تو هست دیگه قرار نیست موضوع دوم بره، میسته تا موضوع اول بیاد بیرون، دومی میره ولی با اجازه. من کسی نیستم که همینجوری در داشته باشم هر کسی از هر دری بیاد، یا اصلا در و دیواری نداشته باشم تو ذهنم موضوع ها بیاد. و متاسفانه بسیاری از مردم اگر بیماری کمبود توجه و تمرکز نداشته باشن، که به نظر من شما ندارید، به نظر نمیرسه، شما عادت کردید به این کار عزیز. و من همیشه عرض کردم بدترین عادتی که به انسان آسیب میزنه با بسلا عادت تو اعتیاد به خیاله، دومش خوردن یا نخوردن غذاست، و سوم مواد مخدر. یعنی شما دچار بدترین نوع اعتیادید، یعنی اعتیاد این که تو دنیای ذهنی و خیالیتون بودید. اول جایگاه فرزند آخر داشتید با دو تا خواهر 5 سال و 10 سال بزرگتر، دوم در یه سن و سالی آمدید به اونم یه کشور اسکاندیناوی، احتمالا با یه مقدار زیادی جدا بودن و خالی بودن و تنها بودن، و بنابراین شما رفتید سراغ اعتیادتون و بنابراین جلو اونو باید بگیرید. چرا در قسمت اول خدمتتون گفتم که تنها راه نجات من و شما در زندگی که اینقدر زندگیمون رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون، ورزش، مطالعه، بودن با دوستان، تماشای یه فیلمی است که ما رو درگیر میکنه، و بعدم به مجردی که این افکار به ذهنون اومد یه نهیب و فریادی سرشون زدن که برید گم شید. معلومه که موضوع به ذهن من شما میاد. شما کافیست که نشسته باشید یک کسی مثلا بگه زاینده رود، شما پشت سرش اصفهان به خاطرتون میاد. و اگر شما درباره اصفهان خاطرات خاصی چه مثبت و منفی داشت باشید، اونها به دنبالش میان، برای که شما در حقیقت با زدن اون شماره همه این اطلاعات رو آوردید. ولی قسمت اول در اختیار من و شما نیست که موضوع بیاد به ذهنمون، ولی قسمت بعدی که اجازه بدیم در صحنه ذهن ما بمونه و ما باش ور بریم و بحث و گفتگو رو آغاز بکنیم، اون در اختیار ماست. معلومه که آدمی که به این کار عادت نداره که بتونه جلو چیزی که به ذهنش میاد رو بگیره مدتی طول میکشه، ولی این یه مهارت عزیز. و به همین جهت تو گفتم در اوائل بحث میکنی چی میخوای فکر کنی، با یه کسی دوست بودی تو اون سن و سال، خیلی جانب دوران جوانی تو بود، بعدم که باقی خیانت او تمام شد، پروندهم بسته است، به چیش میخوای فکر کنی، فایدهش چیه، میخوای چی کار کنی، چه نتیجه میخوای بگیری، حرفی برای گفتنه؟ معلوم شد که اون رابطه دروغ بوده، اون آدم اصلا اون کار رو نکرده، اون اصلا الان زنده است یا مرده است، چه فرقی میکنه؟ ما در این زمینه دیگه با هم بحثی نداریم، با خودتون دارید میگید، گفتگویی نداریم، حرفی که نیست، تکلیف موضوع روشنه. پس هر وقت دیگه از این بعد به ذهن من خواستی بیای، پاسخ من اینه که برگم شو، به همین سادگی. و حتی آشکار این رو بگید، یعنی مشخص معین بسه، تموم شده. و گفتم ابتدا مقاومت میکنه مثل آدمی که در میزنه، ولی وقتی بار صدم زد و در و دید جواب نمیگیره میره. این تنها راهی است که ما میتونیم خودمون رو اداره کنیم و کنترل کنیم. ما قرار نیست یه ذهنی داشته باشیم که همینجوری مثل کاروان سرا هر کس دلش خواست بیاد تو، هر وقت دلش خواست بره بیرون. بنابراین این کار از طریق تمرین میتونید انجام بدید، ولی دلیل اصلیش خالی بودنتونه، جدا بودنتونه، ای بسا تنها بودنتونه، بیکار بودنتونه. یعنی کاری که بتونه شما رو مشغول و درگیر کنه نیست. به همین جهت است که درگیر ورزش بشید، نواختن یه عادت موسیقی رو شروع کنید، شبکه‌ای از دوستانی پیدا کنید که بتونید باشون تلفن کنید یا ببینیدشون با هم حرف بزنید، درستون رو بخونید، یه رشته دیگری رو که دوست داشتید یا علاقمند بودید مطالعه کنید. چون زندگی رو باید پر کرد عزیز. من و شما 3 تا درایو یا کشش اساسی داریم. یکی سکچوال درایو، کشش جنسی است که قوی است. دوم مسئله حفظ جانه. اما سومی مشغول بودن. انسان یه موجودی است که هیچ وقت نمیتونه آروم بگیره، یعنی مغز همیشه داره کار میکنه، فقط مهم اینه که کار درست مفید میکنه، در یه مسیری حرکت میکنه، مثل اینکه از یه مقدار معلوم پی به مجهول میبره که کار عاقلانه است، یا اینکه دور خودش بیخودی میچرخه. و بنابراین شما قرار اداره مغزتون یا ضمیر و ذهنتون رو به عهده بگیرید. و به همین جهت است که شما اگر سی دی یا یو اس بی خوشبختی رو بشنوید، که نتیجه
مطالعه 25 ساله 40 چند دانشگاه هست درباره هپینس یا خوشبختی، متوجه میشید که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، یعنی من خودم در اختیار خودمم. خوشبختی وقتی است که نظم در مغز برقراره، نظم در مغز برقرار، order in brain، یعنی همه 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی من و 1.5 تریلیون کانکشن مغزی من با یه هارمونی و هماهنگی دارن کار خودشون رو میکنن، نه اینکه راه شدن هر کس هر کار دلش بخواد بکنه و به هر سمت و سویی که دلش بخواد بره. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی خوشبختی توجه و تمرکزه، یعنی من خودم در اختیار خودم باشم، من مجبور و محکوم به احساس کردن، خیال کردن، فکر کردن موضوعی که دلیلی براش نیست نباشم. بنابراین متوجه میشید که این یه مهارت بسیار بسیار مهمه تو زندگی، و به همین جهت است که آدمی که این رو خارج از اداره و کنترلش داره بهش میگن ADD، Attention Deficit Disorder، که اگر برمیگرده به کمبود توجه و تمرکزی که ناشی از آسیب سیستم عصبی است، یعنی سمت چپ مغز یه جایش آسیب خورده و به خاطر اونی که من نمیتونم توجه و تمرکز کنم. اما برخی از مردم نمیتونن توجه و تمرکز کنن به خاطر اینکه ADD دارن، برخی به خاطر اینکه احساسهای بد دارن مثل افسردگی، وسواس، استراب، خشم، اینا کار دستشون میده که میتونه مربوط به شما باشه، ولی سوم عادت کردن. عادت کردن که همیشه این ور اون ور برن. مردمانی هستن که میرن تو رخت خواب بعد یه ساعت دو ساعت خیال میکنن. بعدم جالب اینه که میگن فکر میکنیم. فکر کردن نیست، خیال میکنن، بعد خیال میکنن دارن فکر میکنن. فکری در کار نیست، دور یه موضوعی چرخیدن که اسمش تفکر نیست. اندیشه نیست. اندیشه یک مسیر مشخص به هر حال مرتب و منظمی است که قدم ها رو بر می داره تا به یه نتیجه ای برسه، مثل منی که راه می افتم از اینجا به جای دیگه برسم، یا همون گونه که گفتم کار عقل اینه که از یه مقدار معلوم میخواد به یه مجهولی برسه اونو حل کنه. اینکه من بشنم یه حادثه ای که مربوط به گذشته باشه رو نشخوار بکنم، خب این گرفتاری است. به همین جاست که بدترین اعتیاده. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که شما گرفتار بدترین اعتیاد شدید عزیز، و همونطور که گفتم یک، خودتون مشغول کار بکنید، کار خوب مثبت، و دو، هر وقت که آمد محل بهش فریاد بزنید بار دوبار کاره، حتی اگر تنها هستید تو خونه میتونید بلندم این کارو بکنید که خاطرتون هست باشه به تدریج اداره خودتون رو به دست بگیرید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، این دو تا دغدغه رو راه کنید موضوع بس. خواهش می‌کنم عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، ممنونم، خدا نگهدار.